سلام بینندگان عزیز، با آرزوی بهترین ها شما رو به تماشای یکی دیگر از برنامه های تاک شو از شبکه جهانی تلویزیون ایران ITN دعوت میکنم. در جامعه هنری گهگداری شاهد حضور افرادی هستیم که با هنرشون یا در جامعه ماندن یا به نوعی از جامعه خارج شدن یا به طور کلی خودجوش بودن و توانستن بدرخشن و یا هنرشون به گونه ایست که صدایشون شبیه چهره های ماندگار موزیک پاپ اون هست. اگر خاطرتون باشه در سالهای قبل یک چهرهی به نام آقای فرخ کار خوانندگیشون رو شروع کردن که صدای آقای فرخ شبیه چهره بیادماندنی زندیات ویگن بود. حتی آقای فرخ یادم هستش که روزی تعریف میکردن که در همین کابار تهران بودش که یک صحبتی آقای ویگن با ایشون داشتن که البته به موقعش در موردش صحبت بیشتری خواهم کرد. بعد از گذشت مدتی چند سالی هستش که مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور شاهد حضور چهره هستن که شدیداً یاد زندیات ویگن رو در خاطره ها زنده میکنه، چهره‌ای که طی سالهای گذشته با اجرای برنامه‌های متعدد، کنسرت‌های متعدد توانست جای پای ویگن رو در یادها حفظ کنه. امروز مهمان برنامه است آرمین، که خیلی خوش آمدید به برنامه تاک شو. مرسی. و به حال خود راضی هستی که در ارتباط با بیننده اگر صحبتی داری بفرم. سلام عرض کنم خدمت شما بیندگان عزیز، مخاطبین برنامه تاک شو و همچنین با اجرای زیبای آقای سپهروند عزیز از شبکه ITN در خدمت شما هستم. شما فعالیتتون هم اتفاقا از همین شبکه، یعنی با پروموشن های همین شبکه در واقع در جامعه درخشیدید. بله بله، اولین برنامه که در کابار تهران قرار بود انجام بشه دو سه روز قبلش ما اینجا بودیم، خانم ایلگار بود اگه اشتباه میکنم که پروموت کرد، تبلیغ کرد کار منو که یه همچین شخصیتی یعنی بنده برنامه خواهم داشت در 8 آگوست 2011 در همین تلویزیون. همین تلویزیون از طریق همین تلویزیون تبلیغات منم شد. یک کلیپ های کوچیکی رو آقای کوجی درست کرده بود که به این وسیله به قول معروف به جامعه معرفی شد، شناسوندن به مردم که یه همچین کرکتری هست که شروع کرده کارش رو. بسیار خب آرمین، قبل از اینکه بریم به سوالات مختلف بپردازیم، بگو که دقیقاً چند سالت که در امریکا ساکن هستی؟ دقیقاً 8 ساله. 8 سال. قبل از این 8 سال قطعاً بعد ایران بودید؟ بله، از ایران اومدم. در ایران چی کار میکردی شما؟ ایران هم خب به صورت پراکنده خب خوانندگی میکردیم، ولی یعنی گروهی داشتی، بندی داشتی؟ من از سن 15 سالگی بند داشتم، موزیک بند داشتم توی مدرسه دبیرستان و یعنی در مهمانی ها می رفتی؟ همون موقع عروسی ها می رفتم می خوندم، تولد ها می رفتم. چجوری مطرح شدی؟ به همون موقع خب به هر حال به این صورت این تلویزیون و این شبکه های مجازی که اصلا اونا که نبود اینا. نه چطوری مثلا پرت کن که از یک جایی شروع کردی همین تو در خانه های متعدد؟ از تو مدرسه، از تو کلاس درس. ببینید حالا شاید برای خیلی ها اینجوری شده، اینجوری شروع شده. از سنین خیلی پایین تر تو خونه آدم شروع کنه به خوندن، اونا که علاقه دارن هدفون میذارن کاست ها رو گوش میکنن اون موقع، بعد احساس میکنن که میتونن بخونن، شروع میکنن زمزمه کردن اون آهنگ ها، یاد گرفتن شعر ها اینا. بعد وقتی خودشون میخوان یه احساس خوب به خودشون دست میده که
من الان مثلا چقدر خوب خوندم اینه مثلا فلان خواننده. من جواب سوال من نه. سوال من حالا میرسیم به اون نقطه هم. سوال من اینه که چجوری در جامعه ایران در خانواده ها از چه سالی به خصوص کار حرفه‌ای تو شروع کردی؟ اشاره کردی که حرفه‌ایمو اونجا شروع نکردن. یعنی آخ میگی که در مهمونی ها عروسی ها میرفتی؟ مهمونی ها عروسی ها میرفتن ولی نه تبلیغی بود نه چیزی. نه همین فقط همون کرادی که اونجا بود منو میشناخت به هم دیگه. چقدر میگرفتی اون موقع؟ اولین برنامه من برمیگرده به همون 14-15 سالم بود، سال دوم دبیرستان بودم، $1,000 گرفتم. $1,000 هزار تومن گفتم با چه وقت دوداری شدیم ما اینجا تومن یادم رفت. $1,000 میگیسیم وقت بین بچه ها تقسیم میکردی؟ یه کیبوردیست داشتم اون موقع بچه ها. چقدر به اون میدادی؟ خودم رو یادم نیست فکر میکنم بیشتر از 200 تومن میدادم. بیشتر از 200. ببینم در چه سالی بود، یعنی منظورم چند سال داشتی که اصلا اونجا به طور کلی نمیتونستی یک برنامه‌ای به صورت مهمونی‌های مجلل تر بری یا نه به اون صورت هنوز مطرح نشده؟ این خب اون موقع میشه گفت مطلقا موزیک پاپ قدغن بود، یعنی طوری نبود که حتی شما آشنا هم داشتی هر لحظه احتمال بود که خب پلیس میریخت و میگرفت و کیبورد رو ضبط میکرد و خودتو میبرد دادگاهی میکرد. اینا اتفاق افتاده بود برای من؟ نه شانسشو نداشتم، یعنی خوشحالم که نشد، ولی خب کیبوردیست هم جای دیگه رفت گرفتنش و تعهد میگن که نکنین کار رو. حالا میدونم چیکار کردیم اگه برحال. حالا اون وقت شما اون موقعی که در ایران بودی دیدگاهت، نظرت، فکرت در مورد ایرانیان خارج از کشور چه در جامعه هنری چه خود مردم عادی چه جوری نگاه میکردی؟ اینجا مثل یک در ایران یا الان در ایران؟ الان من در ایران جریان من مثلا حالا 20 بعد نه دیگه الان شما گفتی 8 سال در امریکا هستی قبل از اینکه بیارم. قبل از این بله دیگه به هر حال رشد کافی رو کرده بودی. دیدگاه ما این بود که از لحاظ زندگی خب میخوام باید یک کشور پیشرفته بشیم، این مشکلات که اینجا هست اونجا نیست. برای هر کسی یه هدفی داشت که اومد امریکا، اونهایی که اومدن علاوه خصوص هنرمندان. خب چگونه به ما نگاه میکردی؟ به جامعه هنری و جامعه از نظر من در ایران. یه دسته از مردم، یه دسته از به قول من مجریان یا هنرمندایی که اینجا کار میکردن رو به این چشم میدیدیم که اینها اونقدر عاشق کارشون هستن که بعد از انقلاب اومدن امریکا و همین کار دارن در واقع خدمت میکنن به مردم. چون الان خصوص حالا یه مقدار الان یه مقدار آزادی بیشتر هست، ولی 7-8 سال که حالا 15 سال پیش چشم و به قول من امیدمون فقط به همین کانال های ماهواره ای بود بس. چیز دیگه ای نبود. برنامه های صدا و سیما که خب بورینگ بود و فیلم های 20 سال گذشته 10 بار نشون میدادن و اینجا شو میدیدیم، هنرمندا رو فالو میکردیم، مثلا چه آهنگ چه کنسرت هایی انجام دادن ما هم میدیدیم. براتون جالب بود؟ 100% جالب بود. خب در ارتباط با انگیزه خودت اصلا چطور شد تصمیم گرفتی که بیای از کشور بیرون؟ والا اگه زودتر میتونستیم بیان میومدیم، ولی نه به صرف این که یک محیطی بودش که احساس میکردی که نمیتونی پرواز کنی و یا اینکه به صرف اینکه برم اونجا میتونم به آرزوهام برسم؟ خب من عاشق خوانندگی بودم، چیزی بود که اونجا قدغن بود. خب الان چهرهایی هستن که در ایران میبینی خیلی خوب درخشیدن. الان فرق کرده، یه مقدار فرق کرده. یعنی میخوای بگی که زمان شما در 8 سال قبل خیلی بد اون محدودیت ولی بودن که در کنسرتی وجود نداشت. من یادم نیست که کنسرت بوده باشه اون موقع. آها اولا این از این، حالا باز دوباره قبل ترش که در زمان احمد نبود. در زمان احمدی نژاد چرا کنسرت میذاشتن؟ من اونجا بودم، من یادم نیست کنسرتی بود، من خودم میرفتم. شاید مثلا جشنواره چیزی بود، مثلا یه خواننده دعوت میکرد چهار تا میخونده اینا، این فرق داره. ولی بله. کسی که مثلا بیاد کنسرت بذاره، بلیط بفروشن، برج میلاد، تالار فلان، مردم اینترنتی بخرن، اون موقع همچی چیزی من یادم نیست که باشه. والا تا اونجایی که من یادمه خب خبرها رو من دنبال میکردم، خب گروه آریان بود دیگه، نمیدونم
خب در ارتباط با گروه موسیقی گروه آریان رو چرا یادم هست؟ ببین همین رو دارم عرض میکنم. بودن تا چهرهایی که مثل اونجا مثل الان نیست. اون تازه شروع قبول شده بود. قبول دارم. پس یعنی به هر حال شروع شده بود. یعنی کنسرت بود. خدا حفظشون کنه. آقای شجریان بودن، آقای ناظمی کنسرتایی رو میذاشتن. دیگر چهرهایی که در سنتی فرق داشت. پاپ رو باش مخالف بود. حالا انگیزت برای خارج شدن از ایران این بودش که بیای به آرزود برسی. به آرزوم برسی. رسیدی اینجا، چه آشنایی با افراد اینجا داشتی که رو اونا به اصطلاح متکی بودی، اعتماد به نفس تو میتونستن بالا ببرن؟ من مشاور اصلی و اولیه من آقای کوجی زادوری. آقا چجوری کوجی زادوری شدی؟ از طریق یه دوستی. اولین آشناییت من با دنیای هنر اینجا دقیقا یادمه یه کنسرتی بود اندی و شهرام شپره داشتن مشترکن، همون 8 سال پیش بود، تازه اومده بودم من. یه دوستی داشتم درامر، آقای متیو درامر شهرام شپره هستن. ایشون گفت میخوای ببرم تمرین شهرام و اندی؟ گفتم میبری منو جون من؟ گفت آره. گفتم واقعا باور نمی کردیم ما. حالا من که خیلی علاقه داشتم، آرزو این بود که این خواننده رو از نزدیک ببینم. برای ما از اون دور همین. خب یه برای دنیایی بود، دنیایی بود و یه رول مدل بودن برای ماها. و ما رو بردن اونجا تمرین شهرام، باش دست دادم، صحبت کردیم، خیلی برای من فیلینگ خوبی، عکس گرفتیم اینا. بعدش از طریق یه دوست دیگه یادم نیست دقیقاً چطور شد که ما به کجی رسیدیم، یه کلیپ های کوچولی برای خودم ضبط کرده بودم اینا. از ایران؟ آره از ایران. اینا نشون دادم، دقیقا یادم چی گفتم. گفت این شکل و شمایل و این پاپیون و این کوچلوار یه جای خالی تو این مارکت برای تو هست. این چیزی که به من گفت. من که حالیم نبود. جای خالی چیه؟ مارکت چیه؟ خواننده هم دیگه اومدم بخونه. ولی تازه فهمیدم که مثلا سبک‌های مختلف هنری اینجا دیگه پر شده، همه اومدن. 10 تا فالوور داریم برای موئی، نمیدونم برای ای بی اینا. من یه صدایی داشتم در شباهت داشت با زنجاد دیگن و اون تحریرها رو قشنگ میدادم، آهنگاشو بلد بودم از بچگی. به من گفت بیا پیش من. بعد از اینکه این کلیپ ها رو دید، نمیدونم کجا بودیم، یه جایی بودیم، دعوت بودیم، رفتم استودیوش. کوجی به من گفت که سریع همونجوری این کوچلوار رو بپوش، این گل رو بگیر دستت، وایس اون گوشه چیکار کنه و بخون. گل سرخ رو خوندم، یه کلیپ چیزی گرفت و بعدش گفت که میخوام یه کنسرت بذارم برات توی تالار آربات توی گلنده. همون مثلا 7.5 سال پیش حالا خیلی یواش یواش میام چه نایتکلاب نمیدونم الان خیلی قشنگ هست، عروسی اینا هست، خیلی جالبه. گفت تو رو میذارم با السی برای ولنتاین. نه اصلا السی هم نبود، خودم تنها برای ولنتاین. حالا تو نگه اون گل سرخ داده بود دستم فیلم میگرفت، نقشه کشیده بود از قبل. خلاصه چرا چه کشیده بود که برمان برمان بذاریم. ما رفتیم و خیلی اجرای خوب، مردم حسابی استقبال کردن و اینها. احساس کردم که خوششون اومده مردم. خب حالا ما بعد از اون موقع حالا 7-8 سال دیگه عزیز رو نداشتیم. من اومدم یاد اون رو زنده کردم. خب براشون خوشایند بود که بعد از اون شد که من برد پیش آقای احمد مسعود، اینو نگاه کرد و گفت نمیذارم بیا اینجا بخونی، اینجا سخته اینا. احمد مسعود اینجا هاوس اف لژند و اینا به این سادگی نیست. خب دو سه ماهی کلنجه رفتیم، گفت به شرطی که اگه مشتری نیومد بعد پول میزار حساب کنیم. گفتم باشه اشکال نداره. ساتردی بود یا روز جمعه گذاشت؟ جمعه و شنبه پشت سر هم. حالا اون روز پول میزار دادی جمعه دادی یا شنبه که پر میشه؟ پول چیه؟ یک سال پشت سر هم سولد آوت پولی ایشو میرم در بکی میدان بدن. اینجوری شد که وارد مارکت شدی. چی نکته ای که اینجا خیلی جالب هست و این که خودت میدونستی که صدای شما، تون صدای شما در قالب عرض کنم حضورتون زنده یاد ویگنه، چند درصد؟ ببین مثلا من عرض کردم، نه اینکه بگم خدای نکرده
آقای فرخ به هر حال میشناسی که آقای فرخ بله به هر حال تو از دوستان قدیمی ویگن از بچگی با ویگن ولی وقتی که مثلا یه شو یه کاباره با هم دیگه صحبت میکردن خود فرخ وقتی تا من میدونم چی نیاز نیست به یادت چی گفته به ویگن به فرخ چی گفته درست نیست به هر حال حالا بعدم میگم آره بعد نه من خودش برام تعریف کرده که چی گفته خود فرخ ولی خب در ارتباط با آقای فرخ ببین خب واقعا کاراش قشنگ بود خیلی صدای گرمی داشت و داره و اینکه خب ولی اون مردم نپذیرفتن نه اینکه بگم آقای فرخ بد میخونه در ارتباط با مسئله تون صدای زنده یاد ویگن رو دارم میگم یا حالا چرا اون رو بگیم آقای آرتور میشناسیش خب آرتور هم تون صدای اون رو داره ولی اون کشش و اون جذابیتی که مردم به تو نشون دادن در ارتباط با این عزیزان نبود خودت علتشو چی میبینی؟ چی بگم از خودم دوست ندارم نه من مثلا نه تعریف اولا که تایمینگ خیلی شرطه شما چه موقعی چه کاری رو انجام میدی من درست زمانی شروع کردم که ویگن نبود و مردم میس کرده بودن آهنگاشو دوست داشتن دوباره بشنون اون کارا رو و به قول شما اونها هم بودن ولی خب حالا شاید من یکم جوانتر بودن شکل و شمایلم اون موقع موهامو طوری میزدم شبیه مثلا ویگن میشد اینا کوچلوار و پاپیون و تون صدای من به نظر خیلی ها بیشتر شباهت داشت و البته من از اون موقعی که احساس کردم صدام شباهت داره تمرین کردم آهنگای بسیاری رو خوندم آهنگای ویگن رو خوندم یه مقدارم فرم به هنجرم اونجور شکل گرفت یعنی خودت آموزش دادی؟ خودم آموزش دادی پیش استادی نرفتی؟ دوستان بودن کمک میکرد ولی به اون صورت نه کلاسی بود ما میرفتیم اونجا نه اینجا رو دارم میگم اینجا دیگه یعنی منظورم که تون صدا تو خودت رو پرورش دادی در اساس تماس و تلاش مداوم خودت بودش خودم بوده بله. پس کسی پیشه ولی یه اون 50% اون بیس رو داشتم یعنی اون بیس خیلی مهمه جنس صدا اگر شبیه اون باشه کم تمرین کنی در 15% بهتر میشه نه بیشتر نه چند درصد کوجید عامل موفقیت تو بود 90% خب بریم به یکی از موزیک ویدیوهای تو نگاه می دیدم تصویر ادوین پسر ویگنم توی این موزیک ویدیو استفاده کردی اصلا با خانواده ویگن در تماس هستی؟ یعنی با ادوین الان ادوین عزیز طبعا دو هفته پیش بر من تکست زد که خیلی خوشحال شدم این موزیک ویدیو پسرم رو خوندی خودش هم توش بود این کلیپ ماله خیلی قدیمی یعنی اون شات هایی که آقای کوجی استفاده کرد از قبل داشته بله. این یه گنجینه داره اونجا بله میدونم یعنی بله. از شما یه چیزایی داره که خودتون نمیدونید از همه بعد اینا رو استفاده کرد تو ویدیو من ادوین گفت که خیلی کار خوبی کرد مرسی این ویدیو رو اجرا کردی کار خوبی میکنین آهنگ گفتم به هر حال من آلبوم های خودم رو دارم آهنگ های خودم رو دارم گهگداری دوست دارم از کارهای زنده ویگنم بازخوانی کنم گفت خیلی خوب کاری میکنه انجام میده ادوین پسر بسیار مثبتیه و عرض کنم که من در تنها کسی هستم دو سه مورد کارهایی که کردم که مختص خودم بود یکی من اولین کسی هستم که رفتم در ناسا رفتم در جی پی ال یعنی هیچ ایرانی دیگه در زمینه در ارتباط با مدیا رسانه ای نرفته بود و من اولینم و این رکورد رو دارم خدا رو شد دومیم در اوج بالا پایین بودن ارتباطات خانواده ویگن من تنها کسی بودم که همه اینا رو جمع کردم همه شون رو رفتیم منزل ژاکلین و همه شون بودن و یکی از ویدیوهای بسیار خاطر انگیزی است که من توانستم اینا رو که با هم اختلاف سلیقه داشتن ها ولی این به هر حال لطف کردن جواب اوکی رو به من دادن و اما در رابطه با این که من گفتم فرض بفرمایید آقای فرخ یا آرتور نه اینکه بد بخونن ها میگم تلاش کردم ولی اون توجهی که مردم به شما نشون دادن یه توجه دیگه بود اولین کنسرتی که گذاشتی
کجا؟ کنسرت به صورت رسمی 5 سال پیش همین الکس تیاتر رو گذاشتیم. الکس تیاتر شهر گلندل 1413 نفر گنجایش داره این سالن. دقیقا خاطرم هست که 2 ماه مونده بود به روز مادر. کجوری به من گفت بیا بریم رستوران نرسس اینجا کباب بخوریم. شما برید نرسس همون وقت ونک. نه نرسس ونک که اومده اینجا سان فرناندو اومده هم. گفت که میخوام یه چیزی بهت بگم. گفتم چیه؟ گفت میخوام بذارمت الکس تیاتر. 2 روز مونده. 2 ماه مونده. 2 ماه مونده. گفتم نه کجی نذار نمیتونم. تو کارت نباشه من میذارم پرش میکنیم. من میدونم تو میتونی. خب من اولین بار نبود از کابارتران یه دفعه میخوام بپرم برم یه سالونی که 1400 نفر ظرفیت داره 1400 نفر پر کردن توی لس آنجلس خیلی سخته. بله. با این جمعیت کم ایرانی نسبت به ایران داریم خیلی سخته. بله. من ترسیدم حقیقتش و ایشون گفت که تو کاری نباشه. بله. شروع کرد سریع شب آگهی و ماگهی اینا رو زد. کجی میدونی که یه ویدیو بخواد براتون درست کنه بعد 6 ماه بدوی دنبال. 6 ماه 6 سال. ولی 6 ماه این کنسرت چون خودش میخواست بذاره و هدف داشت سریع اینا رو به قول معروف جمع و جور کرد و این اطلاعات ویدیو اینا رو به صورت یک کلیپ درست کرد. از همین شبکه شروع شد پخشش کانال‌های دیگه رادیو اینا. آقا دیدیم هی زنگ میاد فرت و فرت کال میاد آقا این برنامه تیکت چقدر کجا اینا اینا. خب احساس کردیم که داره فروش میده. و شبی که کنسرت بود من از پشت پرده خب بند و تمرین ها رفتم تو سالن دیدم پره 3 طبقه پره. اونقدر خوشحال شده بودم و اینو مدیون کجی هستم که این ترس در من به قول معروف از بین برد. بعد از اون دیگه خودم شروع کردم گذاشتن با خودش و اینا. اولین کنسرت رسمی من بود که خیلی خیلی استقبال شد. یه کنسرت هم در خیابون ویلشر اسمو سالن ویلشریبل تیاتر. ویلشریبل تیاتر. نه یه سالن دیگه هم بود نه؟ اون سابان تیاتر. سابان تیاتر. نه من سابان ندارم. نه. من ویلشر گذاشتم. اونجا هم که خودم خوش... گذاشتم. اونجا هم بد نبود ولی مثل الکس تیاتر نبود. خب ببینید جامعه ارامنه معمولاً دوست می‌دارن که هموطن خودشون رو ساپورت کنن. یکی از موفقیت‌های تو. نه خب البته خب خودت یه هنری داری. خب مردم با ویگن خاطره دارن. کنسرت‌های هنرمندای دیگه هم همش 50% 70% ارامنه هست. دقیقاً. داریوش و ایبی و گوگوش عاشق ما عاشق هنریم. هنر خوانندگی و دوست داریم پیشکسوتامون رو. یعنی نمی‌دونم دیگه حالا چرا ولی اینجوریه. حالا البته شما خودت تو فکر می‌کنی از یک تا 10 کجا قرار گرفتی الان؟ 5. از تو 5. تو این فاصله 1 تا 5 حسادتایی هم داشتی؟ همیشه هست دیگه. همیشه هست. چی بوده؟ بهت میگفتن نخون. نباید به نظر من اون چیزی که من استنباط میکردم اون موقع 90% مردم خوشحال بودن. یعنی کامنتایی که میدادن بود که خوشحالیم یه نفر اومده که جای ویگن رو ادامه بده. الله میگه بگیری هیچ کس نمیتونه جای ویگن رو بگیره یه جای خواننده دیگه. منم هیچ ادعایی ندارم. من یه شانسی داشتم و گرفتم اون شانس رو. در مسیر این دارم کار خودم انجام میدم. قسمت من بوده دیگه. حالا اون مردم که بله ساپورت کردن ساپورت کردن اطرافی ها چی؟ ببین تو هر کار حسادت هست دیگه. چی میگن مثلا؟ باید بگین؟ باید میگن اولا که از اون 10% نصفش میگن تو اصلا نمیخونی اصلا تو لیپسینگ میکنی. یعنی توی کابارتر من یک شب برنامه داشتم اینو من کوتاه تعریف کنم که یه خانم اومد گفت اگه راست میگی رقص اول رو بخون. رقص اول کار ژاکلین بود داده بود به من کار خودم بود. من متوجه نشدم چرا اینو میگه ولی گفتم باشه خوندم و بعد رفتم بکستیج تموم شد کارم رفتم اتاق پشت یه خانم اومد گفت من ازت معذرت میخوام. چرا؟ گفت من خیلی من ازت واقعا معذرت میخوام چون من شک کردم. من فکر کردم که تو این آهنگا رو پخش میشه تو فقط لب میزنی. اونو که گفتم بخون دیگه کار ویگن نبود. اگه اونو میخوندی میفهمیدی که صدای خودت. یعنی همچین اتفاق افتاد. حالا ایشون حالا نه حالا اون معلوم ولی تو همین جامعه هنری بگو چه اتفاقایی داره میفته.
دیگه. چرا همچین ترس داری تو؟ ترس نیست آخه. چی بگم؟ چی بگم؟ نه بخواهم چی اتفاقی افتاده؟ مثلا چه اتفاقی افتاده؟ چی بگم؟ درستیست بگم. بعد پشت سر هنرمندا خودمون حرف بزنیم کار نمیکنه. نه پشت سر هنرمندا نمیگم، میخوام ببینم که در قالب اینکه شما این فعالیت رو آغاز کردی چه مسائلی هستش؟ یعنی چه تشویقه یا تو ذوق بزنه؟ حسادت هست دیگه. ببینید آخه این حسادت اگه بخشه کسی پا نمیده به مثلا بارها ما اسم که نمیتونم ببرم، نمیخوام ببرم، از هنرمندا خیلی بزرگتر درخواست کردیم، گفتیم کنسرت میذاری اوپنینگش رو بذار ما یه دونه آهنگ بیاریم بخونیم، حتی حاضرین پولم بدیم. هیچ کس این کار نکرد، هیچ کس راضی نشد که من برم اوپنینگ کنم، یه آهنگ اول بخونم تا خواننده اصلی بیاد. این حالا شاید حق داشتن، شاید من اشتباه میکنم، مثلا نباید این کار میکردن، ولی من به نوبه که به نوبه خودم خیلی دوست دارم که اگر یه هنرمند جوانی که با استعداده و میدونم که خوبه اگه باشه، من دوست دارم که بیاد دو سه تا آهنگ اول کار بخونه، بعدش هم من میام ازش تشویق میکنم، ازش تقدیر میکنم. چرا؟ که من اعتقاد دارم شما با به قول معروف ناراحت شدن و حسادت هیچ کار رو پیش نمیبری، به غیر از اینکه به خودت صدمه میزنی. اگر یک خواننده صداش خوبه تو بخوای نظاری بیام بخونه، اون بالاخره یه جای دیگه میخونه میاد بالا، به غیر از اینکه باش به قول معروف دشمن میشی و دوستیت به هم میخوره کار دیگه نمیکنه. این انتظاری بود که من داشتم که به من پا بدن. حالا یه دوستی ما بهش گفتیم، ولی نمیخوام اسمشو بذارم، گفتم که آقا به این آرمین پا بده، کنسرت میذاری بذار بیاد اوپنینگ کنه. اون گفت که آرمین پا نمیخواد، اون صدا داره خودش میاد بالا. حالا یا خوب بود، حرف خوبی زده، نه حرف خوبی زده، نذاشت که من بیام، نه نذاشت که مثبت صحبت کرده. حالا شاید اونا فکر میکنن که آقا ما این همه 30 سال زحمت کشیدیم الان 6000 نفر آدم اومده، پسر بیاد وایس جلوی 6000 نفر مفتی بخونه. این طرز فکر خیلی واسه تو میگی مفتی هم نبوده، حاضر بودی مبلغ اونم قبول نکردم، گفتم $1000 میدم بیام یه دونه آهنگ بخونم، نذاشتن. از پاور کجی برای این کار استفاده کردی یا خودت رفتی جلو؟ یعنی با توجه به اینکه کجی برای کجی که میگفت اصلا این کار نکن. آها، میگفت نکن، حتی مخالف بود که با هیچ کسی کنسرت نذار، فقط خودت بذار، متکی به کسی نباش. این حرف کجی میگفت متکی به شخص نباش. آها، پس کجی با توجه به اینکه کارش در ارتباط با ویدیو هست و در این ارتباط که با بسیاری از چهره هنری در تماسه، پس کجی این آفر رو نداده به تو؟ نداده. خودت پیش خودم خواستم. دوست داشتم ولی خب نشد. حالا پشیمون نیستم، بلکه خودت هم میشه مستقل بودی، خودت هم موفق بودی، خوب میشد. نه بریم به یکی دیگه هم موزیک ویدیو نگاه کنیم، برمیگردیم صحبت. احبه کار کجی بود؟ برای مهران مکری؟ نه این مال بهنام مکری. بهنام مکری بود. کاری کی بود؟ بهنام مکری. مگه با کجی کار نمی کنی؟ چرا؟ چطور شده؟ یه دونه رو ما رفتیم با بهنام کار کنیم. سال چی آخری؟ قهر کرده بودی؟ اختلاف هم می شد. اختلاف با کجی؟ یک ماه یکی دو ماه قهر کردیم با هم. آقا کجا شروع شد؟ نمی داد کارامو دیگه بابا، نمی داد اصلا. سر یه آهنگ بعد 20 بار میرفتی پیشش، گفتم من دیگه حوصله ندارم. ببین علتش چیه واقعا کجی یه مقدار کار رو چی؟ با اینکه خدا رو شکر، خدا رو شکر کارش بسیار خوب، بسیار هنرمند، دو سه تا اسیستنت داره. آره بابا خیلی 3500 تا موزیک ویدیو درست کرده کجی. خب شوخی نی؟ ولی با توجه به اینکه تو رو ساپورت کرد، با توجه به اینکه شما میگی 90% موفقیت خودت کجی بوده، چرا موزیک ویدیو رو؟ بعضی وقتا آدم دیگه گیواب میکنه، صبرش دیگه لبریز میشه. خب دلیل چی میبود؟ مثلا بهت میگفت چی آرمی؟ نه آخه نمیداد چی بود؟ میگفت چیه؟ مثلا امروز چی کار دارم؟ سر کار میذاشت دیگه، میرفتیم اونجا معطل میشد یه صحبت کرد، حرف میزد حرف میزد، بعد شب شد میرفتی خونه، دوباره دفعه زنگ میزدی میرفتیم پشت در موندی، مثلا نیستش کجای پالم اسپرینگ دارم فیلم بردار مرد قرار داشتیم با
حالا اینجوری الان رابطه خوبه؟ آره دیگه خب. بعد از دوباره برگشتیم و خودش اومد و عذرخواهی هم کرد خودش. نه قلب خیلی صافی داره، ولی تو اون دورانی نبودش که از یه جای افتاده یه مدتی؟ نه اون مال پارسال بود. نه نه این آهنگ مال سه سال چهار سال این چیزو کرد بعد افتاد پایین. نه نفرینش کرد داختش پایین دیگه دفعه بعد به آرمین بعد ولی نکنی. خب شما از ژاکلین دختر ویگن کارم گرفتی و با خانواده ویگن چگونه در تماس هستی؟ خانواده ویگن در ارتباط با هنرت چی میگن؟ من اولین کارم رو یعنی یه بار کابره تهران برنامه داشتم، خانم آیلین اونجا بود، آیلین ویگن. بعد من متوجه شدم، به من گفتن که ایشون اونجا نشسته. من خوندم و بعدش رفتم سر میزش و سلام و احوالپرسی اینا. دیدم داره گریه میکنه و اشک چشاش جمع شده بود که یاد بابام انداختی. هر هفته ما اینجا میشستیم بابا میخون، ما اینجا گوش میدادیم اینا. ولی یه توصیه دارم، ژاکلین یه آهنگ ساخته به نام رقص اول. این رو به هیچ کی نمیده. میدونی که چه جوری ژاکلین گفتم آره، گفت ولی به تو میده. بیا باهاش صحبت کنیم. شما رو گرفتیم و قرار گذاشتیم که بریم حالا کجا زندگی میکرد؟ لیکر و هیل در میدونه بالا کوها. میگو اونجا تب شعری بیشتر گل میکنه. ما رفتیم اونجا، جنگلی بود، یه خونهی بود مثل این کلبه های قدیمی، اون پایین دره بود و گوز رد میشد و خرس و اینا. گفتن ژاکلین چرا اومده اینجا؟ گفت اینجا خیلی طبیعتش پاکتر از لس آنجلسه. یه مطلع که انتخاب. حالا بعد آقا این یه شعری که قرار بود بگیریم شد چهار تا شعر. خب باریک الله، خلاص یه پول کلونی هم از ما گرفت و اجرا کردیم اون چهار تا رو. سه تاش اجرا کردم، به چهارمی که رسید دعوام شد باهاش. با همه دعوا نمیشه. دعوا با من دعوا میکنه، من باهاشون دعوا نمیکنم. نداره دیگه آهنگ چهارم. چقدر مثلا هزینه ترانه‌ای که 20000 دلار برای چهار تا؟ 20000 دلار چرا آهنگ؟ من سه تا از این 20000 دلار رو خوندم. یعنی هر ترانه 5000 دلار. آره برای من الان افتاد 7000 دلار. آره دیگه اون چهارم. حالا چرا شب با صحبت نمیکنی که چهارم میره بگیری دیگه؟ حالا یه اختلافاتی پیش اومد بین ما، گفتن این نیست دیگه، نشد که بخونیم. ما هم دیگه گفتیم ولش. قلب پاکی داره آرمین، بسیار انسان دوسته، بسیار مردمیه و به همین دلیل هم هستش که مردم پذیرفتنش. همینی که آرمین رو میبینین همینه و انسان بسیار خوبیه و انشالله که الان ازش پرسیدم از یک تا ده کجا هستی، گفتش من پنج هستم. امیدوارم که به اون نقطه‌ای که دلش میخواد برسه و حتما هم میرسی. مردم حمایتت میکنن، این مردم کسی رو دوست داشته باشن تا انتها خواهند رفت و انشالله که موفق بشی. آیا نمیخوای در ماهای آینده سال دیگه، سالهای دیگه کنسرتی بذاری؟ ببینید کنسرت گذاشته خیلی سخته. من مدای بزرگمون هم سال یه بارم به زور میذارن. بله. ولی ابی 365 روزه در سال میشه که 380 کنسرت داشته باشه. اون ابیه. حق داره. من عاشق ابی هستم و بودم. تمام آهنگاشو بلدم الان. بارک الله. میتونی یه تیکشو بخونی؟ از کی؟ ابی. دیگه از اونایی که بله کارم انجام میدم دیگه، صدام دیگه همون شکل گرفته به همون حالتی که هست. حالا داشتی در مورد کنسرت میگفتی؟ بله کنسرت که کنسرت به این بزرگی نبرده، مثلا کنسرت هایی که 400-500 نفره باشه در اطراف شهر خودمون دارم، خارج از لس آنجلس، ساکرامنتو دارم، برای مهرگان. دوباره از کانادا آفر گرفتم برای اونجا بریم. برای لس آنجلس که ایتالیا کنسرت داری؟ نداری برنامه‌ای؟ چرا؟ 19 آگست. 19 دو ماه نیم مونده. 19 آگست در الکس تئاتر یک سال همون. به 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 به. حتما سولداته. شنبه هم هست 19 آگست. شنبه شب 19 آگست. بسیار 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 بودم که همتون از دوباره سپورت کنم. باید برم یه بلیط بگیرم.
شما مهمان ما هستید. خواهش می‌کنم با اتفاق بچه‌های تلویزیون میایم به کنسرت. به هر حال آرزوی موفقیت برات دارم. موفق باشی، به کجی سلام برسون. خانم و آقایان، برنامه تاک شو ادامه خواهد داشت. اجازه بدیم که بعد از پخش موزیک ویدیویی آرمین و پخش چند آگهی مجددا برمیگردم در خدمتتون.